سلام به تمام دوستای عزیز از هر جای دنیا که دارین ما رو نگاه میکنین. ایشالله که لبتون خندون باشه و دلتون شاد. صبحتون بخیر، شبتون بخیر، شب یلداتون بخیر. حتما شما عزیزان ماها رو میشناسید برای که ماها رو دیدید توی صفحه های مختلف. امروز ما اومدیم دست جمعی تیمی بهتون از ته دل هم شب یلدا رو تبریک بگیم، هم که تشکر بکنیم که با ما بودید و همراه ما بودین. دنیس جان از شما شروع میکنیم، هرچی دوست دارید عزیزان از ته دل به دوستان گلمون بگیم. حتما سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که هستن الان دارن ما رو نگاه میکنن یا بعدن ما رو خواهند دید. منم از طرف خودم به تمام عزیزانی که تا امروز با ما بودن، ما رو سپورت کردن و در حقیقت با ما هستن در ادامه راه، از صمیم قلب شب یلدا رو تبریک میگم و امید دارم که سالی، البته چون آخر سالم هست، سال جدیدی هم که میاد رو هم بتونم اونم تبریک بگم و بگم که سال پر از موفقیت باشه. 2023 رو ما هممون با هر چالشی بود گذروندیم، همه همدیگر رو پیدا کردیم و این کامیونیتی قشنگ این اپورتونیتی رو به ما داد که بتونیم توی این شب عزیز اینجوری جمع بشیم دور هم و بتونیم از طرف هممون به شما تبریک بگیم، از طرف من و از طرف خانواده خودم و خانواده ایرانی که الان اینجا هستن، از طرف اونا هم به شما شب یلدا رو تبریک میگم. بسیار هم ممنون. روزا جون مرسی. سلام خدمت دوستان عزیز، شب یلداتون بخیر باشه. انشاءالله تا حالا خیلی بهتون خوش گذشته، یعنی که هنوز شب یلدا رو شروع نکرده باشین در کنار خانواده لذت ببرید. یک شب خیلی اسپیشالی برای ما ایرانی‌ها هستش. امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشید. منم دوست داشتم تبریک بگم، سال نو میلادی نزدیک هستش. انشالله سالی پر از موفقیت، سلامتی، دلخوشی برای شما و تک تک عزیزانتون باشه. من خیلی ممنونم اول از سمانه جون که این لایو ارگانایز کردن. راحت نیستش که برای 10 نفر بیای هماهنگ کنی، بیای لینک بفرستیم. واقعا مرسی سمانه عزیزم، واقعا بلسینگ هستش این موقعیت اینترنتی دوستان عزیز. نه تنها فقط که فاینانشالی برای ما یک استریمینگ کام خیلی عالی آورده و خواهد آورد، ادامه خواهد داشت، دوستان خیلی خوبی از سراسر دنیا پیدا کردیم. من خودم کانادا هستم، از آمریکا، استرالیا، اروپا. دوستانی که تو اروپا هستن به خاطر تفاوت زمانی زیاد نتونستیم اینجا بیاریمشون، ولی تو لایوی که حالا قبلا داشتی بخوایم داشت شما خواهید دید. و می‌خواستم بهتون بگم که این کامیونیتی ما یه گوشه ای از این کامیونیتی هستش، دوستای عزیزی که در کنار هم هستیم و مثل یک خانواده شدیم، از هم یاد میگیریم، در کنار هم خوش می‌گذرونیم. قبل از اینکه این لایو شروع بشه ما کلی گفتیم و خندیدیم، دوست داشتیم یه انرژی قشنگ به شما منتقل بکنیم. انشاءالله که همیشه شاد و سرحال و خوشحال باشید. ممنون رضا جان. آقای حمید رضا. خواهش می‌کنم. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. ز غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید. سلامی چو بوی خوش آشنایی، بران دیده مردم روشنایی. من از همینجا عرض ادب و احترام دارم خدمت کلیه عزیزانی که در سرتاسر گیتی پهناور این برنامه رو به صورت لایف میبینن و یا به صورت بازپخش، و همینجور به دوستان عزیزم در استادیو که خیلی خیلی خاطرشون برای من عزیزه. امشب جمع شدیم که شب یلدا رو با هم دیگه جشن بگیریم، شب زایش نور و غلبه نور بر تاریکی. همونجور که میدونید از امشب به بعد در حقیقت زمان روزها در حقیقت 1 دقیقه بلندتر میشه و این در سنت ما ایرانی ها یعنی زایش نور و غلبه نور بر تاریکی، چون همونجور که شاعرم میگه شب یلدا شب فر و کیان است، نشان از سنت ایرانیان است. شب یلدا و وصف بیمثالش، خداوندا مخواب هرگز زوالش. انشالله که هندونه رویاهاتون همیشه شیرین باشه، انار موفقیتاتون
پردونه باشه، پسته خاطراتتون خندون باشه، قصه زندگیتون شاد باشه و عمرتون به بلندای شب یلدا باشه. من هم واقعا خیلی خیلی خوشحال هستم که در این کامیونیتی عزیز هستم. خیلی خوب. من فقط ببخشید خیلی دارم صحبت میکنم، من به نیت همه شما عزیزان یک فالی رو زدم، یه تفعلی بر حافظ عزیزمون داشتم. غزل شماره 67ش اومد که من اجازه بدید فقط یه تک بیتش رو برای شما بخونم. یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست، یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست، جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست. در خدمت شما هست. بسیار زیبا گفتید، خیلی خیلی ممنون از شما و همه همروزاتون. هم دنیستان آنی جون شما شروع کنید. یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی اونقدر کوتاست که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت. منم به همه دوستان سلام عرض میکنم، دوستانی که اینجا هستن، دوستانی که دارن ما رو میبینن و دوستانی که بعدن ما رو میبینن. امیدوارم که شب خوبی داشته باشن هر جای دنیا که هستن، دلشون خوش باشه. برای تمام فارسی زبانان عزیز هر جای دنیا که هستن و سال میلادی رم به همه دوستان تبریک میگم. منم خیلی خوشحالم که با شما عزیزان آشنا شدم و توی سال 2023 چالش زیادی داشتم و این چالش ها منو روز به روز داره قوی تر میکنه و با دوستان خوبی مثل شما آشنا شدم و ممنونم از همه دوستانی که همیشه ما داری کردن و همیشه هوادار ما بودن. ممنون ازتون. مرسی آنی جان. فاطمه جان شما بفرمایید. صداتو نداریم فاطمه جان. فاطمه جان قطعی میوتم، ببخشید. یاد آن شبها و یلداها به خیر، برف بازیها و سرماها به خیر، کرسی و مادر بزرگ و قصه ها، آن کرسی و مادر بزرگ و قصه ها، آن تخیل ها و رویاها به خیر، دست های بیهس و سرمازده، کرسی مطبوع و گرماها به خیر، آن تنقل ها، لواشک های ترش، نان شیرین و کدو حلوا به خیر، مردم دریادل آن روزگار، پاکبازی و سوداها به خیر. جایشان خالی است اکنون پیش ما، جایشان خالی است اکنون پیش ما، یاد آن بگذشتگان ما بخیر. از صمیم قلب برای تک تکتون، برای تک تک شما عزیزان فارسی زبان در هر کجای دنیا بهترین حال خوب رو آرزو میکنم. تندرست و سلامت باشید. مرسی فاطمه جان. زنده باشید. زهرا جون شما بفرمایید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه ایرانی ها و افغانی ها که فکر میکنم که همه فارسی زبان ها تا جایی که من اطلاع دارم امشب شب یلا هستش و همه این شب عزیز رو جشن میگیرم و زیباییش به این هستش که همه دور همدیگه هستیم و با خانواده هامون دوباره دیدار تازه میکنیم و به یاد گذشته دور همدیگه جمع میشیم. حالا اونایی که دیگه پدر بزرگ مادر بزرگ ندارن واقعا دیگه جاشون خالی هستش. ما هم که تو این کشورهای غریب زندگی میکنیم مجبوریم که با دوستانو، یعنی مجبور که نه قشنگه، ولی خب چون فامیلیمون از دست دادیم در کنار دوستانو کسای دیگه اینو جشن میگیریم. منم یه شعری آماده کرده بودم که حمیدرضا جان اون رو خوندم دیگه تکراری میشه، اونو دیگه براتون نمیخونم. امیدوارم که هر جا هستی صحیح و سالم باشی، سال بسیار خوب و براتون آرزو میکنم. امیدوارم که به همه آرزوهاتون توی این سال جدید برسید و هر هدفی که دارید و هر نقطه از زندگی که میخواین توش وایساده باشین تو سال جدید ایشالله حتما بهش برسین و دیگه این که در کنارش حتما سلامتی باشه براتون و جیب پر از پول رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جا هستید امشب بهتون خوش بگذره و ما هم این یلا رو اینطوری به صورت اینترنتی در کنار شما جشن گرفتیم. خیلی ممنون زهرا جون. عزیزم ماندانا جون بفرمایید. من بخونم. آه شما رو خواستم آخر سر بیاین که برای ما شعر رو بخونید. ببخشید ترتیب به هم خود. گلستان جون شما بفرمایید. منم از همین جا به تک تک عزیزان، به شما دوستان خوبم که مدتی از با شما آشنا شدم سلام میکنم. شب یلدا رو به همه شما تبریک میگم.
امیدوارم در کنار عزیزانتون هم سال خوبی رو در پیش داشته باشید و هم شاهد موفقیت‌های یکایک شما باشم. واقعا باعث افتخار منه که با تک تک شما آشنا شدم، خیلی چیزا از شما ها یاد گرفتم و راه بسیار پر از موفقیت، پر از شادی و واقعا هیچ وقت تو زندگیم فکر نمی کردم که یک زمانی برسه که از راه دور بتونم انقدر دوستای خوب رو در یک جا پیدا بکنم و وقت گرانبها و وقتی که واقعا برای همه ما مثل طلا عزیز هستش و بسیار با ارزش هستش بگذرونم. اجازه بدید من هم یک به حال به مناسبت شب یلدا یه متنی رو دارم که بخونم براتون. یلدا یعنی آدم ها برای سلامت نفس و جانشان و برای زنده ماندن عشق میخواهند و شاید نابترین حالت عاشقی از جانب کسانی باشند که کنارشان قد کشیده ای و جزء لاینفک بهترین خاطرات تو هست، همانها که با گرمی حضورشان جهان را جای بهتری می کنند برای زیستن. یلا یعنی قدر با هم بودن ها را بدانیم، که بیشتر کنار هم باشیم، که حواسمان به نابترین های زندگیمان باشیم. ای کاش هیچ خانه ای خالی از عشق نباشد و اهالی خانه هر کجا که هستند و هر کجا که می روند شاد و خوشبخت باشند، که شاد بودن حق هر آدمی و گرم ماندن حق هر خانه ای است. امیدوارم که خوشتون بیاد و این چند دقایق رو در کنار هم لذت ببرید. خیلی عالی بود، مرسی گلستان جون. خواهش میکنم. عزیزم شما بفرمایید. سلام خدمت دوستان عزیزم. یلدا شبیه به نظر من که انار محبت بین همه دوستان پخش میشه، دونه میشه در اصل. خیلی ممنونم از همه دوستان عزیزم که تو این مدت همراه من بودن و همیشه منو ساپورت کردن، چه دوستانی که از صفحه من بودن، چه دوستانی که الان اینجا میبینم. خیلی خوشحالم که تو این مدت 10 سالی که من خارج از کشور هستم، تو امسال من واقعا بهترین سال زندگیم بود. اصلا احساس تنهایی نکردم در کنار شما دوستان عزیز و از همه تو همین جا تشکر میکنم و میخوام که شب یلدا برای همه بهترین شب زندگیشون باشه و پربرکت برای همه ایرانیان، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. مرسی، ممنون. و همین جا میخوام بگم به برکت این بیزینس من دوست قدیمی من سمان جونو که بعد از فکر کنم نمیدونم 20 سال 30 سال ما با هم کلاسی بودیم، به برکت این موقعیت اینترنتی ما تونستیم همدیگر رو پیدا کردیم. افتخارتون. ممنون از شما. مرسی فرناز جون، دوست قدیمی من. قربون محبتت برم. ماندانا جون شما بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگانی که در خارج از کشور دارن ما رو میبینن و سلام میکنم به تمام دوستان عزیزی که اینجا هستن. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم و در این شب عزیز واقعا برای همتون آرزوی خوشبختی و سالی خوش رو برای همتون آرزومندم و ممنونم از سمانه جون که این گرد همایی رو جمع آوردن، به با هم دیگه هستیم امشب و خیلی خوشحال هستم. یلدا یعنی یه یاد هم بودن، ل لبریز محبت، د دوست داشتن، آ آخرین روز پاییز. و من امشب میخوام طبق رسوم ایرانیان
یه تفاهلی به حضرت حافظ بزنم و در این شب به بلندای یلدا براتون یک تفاعلی از حافظ بزنم که ببینیم. فقط چند بیتش رو میخونم که دیگه وقت عزیزان رو نگیرم. چه شعر قشنگی اومد. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است دوستان جمعند، ون یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. انشالله که شب خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و سال خوبی رو برای همه آرزومند هستم. بسیار عالی، مرسی ماندانا جون. من خواستم از تک تک شما عزیزان گلم که اینجا اومدید و همراه شدید و از ته دل برای همه آرزوی سلامت کنید، من تشکر میکنم ازتون. خواستم بهتون بگم که من الان 23 سال، بیش از 23 ساله که در کانادا دارم زندگی میکنم و همونطور که فرناز جان گفت، من امشب یکی از زیباترین یلداها رو داشتم و احسن با اینکه 7 سال نرفتم ایران، الان اصلا احساس دلتنگی نمیکنم، برای اینکه احساس میکنم که این کار اینترنتی نه تنها برکت زیاد مالی برای همه میاره، برای منی که اینجا خیلی غربت زده بودم انقدر شیرینی زیادی آورد که من دوستای خوبی، کسایی که میتونم خواهر خودم و برادر خودم صدا کنم، اینجا پیدا کردم. پس تک تکتون رو دوست دارم. مرسی که هستین و همیشه کمک میکنید و همیشه روحیه میدید. و شما عزیزایی که از هر جای دنیا دارید ما رو نگاه میکنید، میخوام بهتون بگم عمرتون 100 شب یلدا، دلتون قدر دنیا. امیدوارم که شادی های زندگیتون به بلندای شب یلدا باشه. خودتون و خانوادتون صحیح و سالم باشید و شاد و خرم. دوستتون داریم. بفرمایید آقای حمیدجان. ببخشید خانم سمانه عزیز، من معذرت میخوام، وقت دوستانم دارم میگیرم. یه جمله شما گفتید، یه جمله روزا جان گفتش، خیلی قشنگ بود و خواستم یه این رو کمی بست بدم. امروز ما اینجا جمع شدیم چون همه بیزینس پارتنر هستیم و در یک فضایی داریم با هم دیگه کار میکنیم و این فضا چقدر زیباست. من حقیقتا رشته تحصیلیم شیمی هستش، تخصصم کازمتیک هستش، رو قسمت فرآورده های زیبایی و کازمتیک کار کردم. در ایران برند خاص خودم رو داشتم، کرم های آنتی ایجینگ در حقیقت فرمولاسیون شده توسط خودم رو در حقیقت در ایران میفروختم، یه لابراتواری داشتم. خیلی از دوستان که در تهران هستن خب منو میشناسن و اینجا هم که اومدم دارم کار میکنم. حالا چی شد که میخوام این صحبت رو به اینجا وصل بدم؟ ببینید امروز ما داریم الان تحقیق میکنیم، تحقیقات جدید علمی الان ثابت کرده که شما باورتون نمیشه، شما اگر میخواید زندگیتون به درازا بکشه مثل همین شب یلدا و حال دلتون خوب باشه، اومدن تحقیق کردن دیدن افرادی که حتی سیگار میکشن، حتی الکل مصرف میکنن، اینا بعضیاشون خیلی خیلی طول عمر خیلی خیلی درازی دارن. چی شده؟ برای چی آخه؟ این علم کازمتیک اومده اینجا پا وسط گذاشته، داره تحقیق میکنه، میبینه اینا حالشون اینقدر خوبه چون تو کامیونیتی خیلی روابط خوبی دارن با افراد. الحمدلله این بیزینس برای من این موقعیت رو فراهم کرده که من بتونم تو این کامیونیتی خیلی خیلی بزرگ 180 هزار نفره وارد بشم و یه تعامل خیلی خیلی خوبی با دوستان عزیز داشته باشم که الحمدلله همم افراد فوق‌العاده‌ای هستن و این خیلی خیلی ارزشمنده. من خواستم فقط این رو با شما به اشتراک بذارم. منم واقعا حسم خیلی خیلی خوبه که تو این جمع شما عزیزان هستم و مطمئنم این بزرگترین آنتی ایجینگ دنیا هستش.
بسیار هم عالی. عزیزای دل، چیز دیگه ای اگه دوست دارین بگید که ما با دوستان خدافظی کنیم. مرسی، ممنون. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیزان. شبتون خوش. خدا.